باور کنم که امشب آخرین شب اوست؟ مسعود چند بار از مسعود خلیلی خواست تا این شعر حافظ را به تکرار زمزمه نماید. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفگنم. چون این قفس نسزای چومن خوش الحانی است، روم به گلشن ردوان که مرغ آن چمنم. امین مرد تقریبا 68 یا 70 پیش بود. خبایش و برق یک دو سیدان سوخته، یا که ز دل دادگان عاشقی آموخته، که شده دل غرق خون گشته جگر آفتاب. نرمک نرمک نسیم زیر گلان میخزد، خبخب این بیمکد عارض آن میمزد. گه به چمن میچمد گه به سمن میوزد، گاه به شاخی بلند گه به لبه جوی با تو کسر یاد باشه دکتر. دوازده ظهر انفجار محیب سرزمین خواجه بهاودین را زمان لرزان که احمد شاه مسعود حین مصاحبه مورد سوی قصد یک حمله انتحاری قرار گرفت. اما پس از وقوع حادثه مسعود به یک بارگی ناپدید گشت. هیچ کس درباره انفجار، علت آن و سرنوشت مسعود چیزی نمیداند. جسد دو تن خبرنگاران و توطئه‌های بدن ایشان به جا مانده است و بس. اینها که جزئیات واقعه را بیشتر از هر کسی دیگر می فهمند، خود دیگر در این جهان وجود ندارند تا چیزی بگویند. مطبوعات و رسانه های خبری پس از ساعت چند گزارش مربوط واقعه مذکور را منتشر نموده، خبر زخمی شدن و جان به سلامت بردن مسعود را از این واقعه مدهش پخش نمودند. ولی خبر مذکور پس از گذشت چند روز مورد تایید و گاه تردید صاحب نظران و ناظران سیاسی قرار گرفت و موضوع حیات و مرگ رهبر بزرگ جهاد و مقاومت که سؤال جدی بود با اختلاف نظرها روبرو شد. پیروان و دوستداران مسعود چه در داخل و خارج کشور که نمی توانستند نبود سردمدار جهاد را حتی به یک لحظه کوتاه تصور نمایند، حالا در برابر تکان دهنده ترین سؤال قرار گرفته بودند که آیا او واقعا زنده است یا نه. همه در برزخ میان شک و یقین و خبرهای زد و نقیز رسانه های گروهی را دنبال نموده به صبرانه انتظار می کشند تا اگر مسعود خودش با صدای نوید بخش خود صحبت نموده بر اضطراب و دلحره مردم پایان دهد. قادر به اجرای وظیفه و صادر کردن فرمان هستند، در داخل افغانستان هستند، چون جراحتشان بسیار خفیف بود لزومی دیده نشد که بیرون افغانستان انتقال داشته. پزشکا و دکترای افغانستان خودشان به تداوی شفا کرد. نعم ولكن ليس شديد، الجرح ليس شديد، ولكن نحن سمعنا من جزيره من التلفزيون الجزيره قالوا هو قتل. هذا الخبر ليس صحيح. عامر صاحب زخمي است، يك زخم شديد برداشته، يك انفجار بسيار مهيب وخطرناك بوده، دیگه در فاصله یک دو متری و سه متریش یک چیز انفجار کرده، ضربه دیده و نمیتونه که یک هفته بعد یا دو روز بعد بخیزه کنفرانس مطبوعاتی بکنه یا مصاحبه بده. اون تداوی دوامدار کار داره، یک روز، دو روز، یک هفته، یک ماه، هر قدر که طول بکشه. شما دیگه به خاطر از این نشینه که من بشنوم آواز عامر صاحب. عامر صاحب دولت این نیست که بتونه او گپ بزنه امروی شما هر کدام تا علایده علایده قمانده بده. به دنبال گزارش‌های زد و نقیز پس از حمله به جان احمد شاه مسعود،
برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور دولت برکنار شده افغانستان امروز طی اعلامیه‌ای گفت که احمد شاه مسعود یکی از درخشان‌ترین چهره‌های حماس‌آفرین تاریخ معاصر افغانستان بود که نام او با جهاد و مقاومت خستگی ناپذیر 30 ساله در راه دفاع از ملت و استقلال کشور گره خورده است. احمد شاه مسعود برازنده‌ترین چهره مقاومت ضد شوروی و جنبش طالبان جنبش مخالف طالبان در دو دهه اخیر به اعتقاد طرفداران و همچنین بسیاری از مخالفانش با نبوغ نظامی و مهارت سیاسی در تحولات طوفانی افغانستان در دو دهه اخیر نقش مهمی داشت. دو نفر که خود را خبرنگار جا زده بودند دوربین فیلم برداری را در جریان گفتگو با آقای مسعود منفجر کردند. بود اندکی پس از انفجار آقای مسعود زخمی شدند. روح پرفتوح متحر و قدسی سردار نامدار جهاد و مقاومت ملی احمد شاه مسعود در همان لمحه اول واقعه تروریستی عروج نموده و به ملکوت اعلا پیوسته بود، اما این موضوع در یک دایره محدود محفوظ ماند و با بستن گریه محکم راز بزرگ شهادت علمناک و درد اندود و مفاجای او در پرده ابهام نگه داشته شد. زیرا مرگ مسعود مرد یک نفر نبود، بل مرگ او از تپش افتادن نبض ملت در بازی سرنوشت محسوب می شد. فرمانده فهیم شخصیت نام آشنایی که روزگاران دراز در دوران جهاد و مقاومت در کنار احمد شاه مسعود گذرانده بود، به من حیث فرمانده عمومی جبهات جنگ و وزیر دفاع ملی توسط استاد برهان‌الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان اعلام گردید که موارد حمایت و پشتیبانی تمام فرماندهان جبهه متحد قرار گرفت. فرمانده فهیم پس از یک دور مبارزه سیاسی در سال 1358 وارد دره پنچیر گردید و از آن زمان تا شهادت مسعود بزرگ همواره در کنار او قرار داشت. فهیم علاوه بر داشتن شاخصهای اصلی فرماندهی سیاسی نظامی در زمان جنگ و صلح، استعداد شایسته در مذاکرات سیاسی با گروه های متعدد داخلی و به موفقیت رساندن این مذاکرات داشته است. جمله به مقر فرماندهی آقای مسعود در دره پنچیر افغانستان زمانی صورت گرفت که دو نفر عرب که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده بودند در طی مصاحبه بمبی را منفجر کردند. پس از آن که او فقط زخمای سطحی برداشته است. در حالی که هنوز هم بسیاری از مجاهدین از شهادت فرمانده محبوبشان آگاهی ندارند، دسته دسته به سوی جبهات جنگ رهسپار می شوند. جنگ های سختی در انتظار آنهاست، زیرا شجره بدنام تروریستی جهان خود را به تهاجم بزرگ و نهایی آماده ساخته است. هزاران تروریست خارجی و طالبان بدنام داخلی جهت سرکوب مقاومت در خطوط جنگی تجمع کرده اند، اما این مردان آزاده و فرزندان راستین راه و آرمان مسعود با قلب خونین و پریشان می روند تا آزادگی و مقاومت پر افتخار ملی را در برابر تجاوزگران کوردل و آزمند پاس بدارند. در هر حال باید همچون ناموس خیش از سنگرها دفاع نمایند. متجاوزین خارجی و طالبان به تاریخ 22 سنبله سال 1380 شدیدترین تعرض نظامی خود را که به وسیله آتش بسیار سنگین توپخانه و هواپیماهای هوایی خارجی حمایت می شد در منطقه دشت قلعه ولایت تخار که از خطوط تدافعی اصلی مقاومت در شمال شرق محسوب می شود آغاز کردند. این همان تهاجمی است که طالبان برای تصرف تمامی مناطق مقاومت براه انداختند، زیرا برای انجام این تعرض که الزاماً باید پس از نشر شهادت مسعود عملی می گردید ماها سرمایه گذاری صورت گرفته بود. پشتیبانی بی سابقه لوجستیکی، خدمات و تجمع بزرگ نیروهای پیاده و اسلحه سنگین که از طرف دولت‌های متجاوز و سازمان‌های جاسوسی برخی کشورها حمایت می‌شد، همه بیانگری آن بود که دشمن خودش را در چند قدمی پیروزی استراتژیک در افغانستان احساس می‌کرد. اما این تهاجم وسیع و متکی به نقشه‌های بسیار سازمان یافته
بر اثر مقاومت سرسختانه فرزندان شرف و غرور ملی با شکست شرمگین مواجه گردید. این شکست بحران روحی فراوان در میان متجاوزین ایجاد کرد، زیرا آنها پیروزی خود را در نبود مسعود مسلم می پنداشتند. طالبان همزمان حملات شدیدی را در منطقه شمالی از پایگاه‌های کلیدی مقاومت نیز سازماندهی کردند، اما به هیچ دستاوردی پس از تحمل ضربات سنگین و عقب نشینی مجبور گردیدند. بر گرماگرم حوادث تروریستی در امریکا خبر جانگداز شهادت سپه سالار جهاد ابر مرد تاریخ احمد شاه مسعود رسمند اعلام گردید. اما من فکر میکنم که بیشتر از هر کس دیگه آقای مسعود وظیفه خود را در برابر مردم در برابر وطنش انجام داده بود. همه عمر خود وقف دفاع از آزادی مردم افغانستان کرده بود و در مقابل تروریسم قرار داشت که بدترین تهدید ضد بشریت و ضد انسانی است و بالاخره توسط همو تروریست ها هم به شهادت رسید. همی ادعایش ثابت می سازه که همیشه ادعا می کرد که ما در مقابل با همی قرار داریم، ما مصمم هستیم که به جنگ خود ادامه بدیم. اما همی که امروز مردمش باز هم در غیابش هم همی مبارزه را ادامه می ده، این خود موفقیت از او و ناکامی تروریست هاست. از طرف دیگه من یک ارتباط مستقیم میبینم با این حادثه و حادثه‌ای که در ایالات متحده امریکا صورت گرفت. اگر به صداهای احمد شاه مسعود در سالهای گذشته جواب مثبت داده میشد، امروز این مصیبت مردم افغانستان هم میترتیب نمیبود و او حالت در امریکا هم نمیامد. زمان در سکوت سنگینی فرو رفته است و در راه تلخترین مصیبت حیات خود را آرام و بی صدا گریه می کند. قلب ها در سینه ها از تپش باز مانده اند. کوها و گردنه های اطراف حضور ناگهانی جمعیت عظیم را مات و مبهوت مانده اند. چی خبر است؟ برای چی این همه جمعیت پشت هم فرا می رسند؟ از کجاها می آیند؟ همه راه های باریک کوهستان های صعب العبور شاهد سرازیر شدن هزارها انسان است. مگر در راه سنگینی حضور ده هزار انسان سوگوار را چگونه تاب خواهد آورد؟ یا شاید در کنار هم تلخی مصیبت بزرگ را بتوانند بیشتر تحمل نمایند؟ سرانجام حریف طوفان‌های سخت و مرد خستگی ناپذیر معرکه‌های آزادی قضای الهی را لبیک گفت و همکنون پیکر مبارکش بر شانه‌های مردمی است که شرف و آزادی را همواره پاسدار مانده‌اند. ده هزار انسان حضور به هم رسانیده‌اند تا در این روز سیاه و خون آلود در کنار هم باشند، غم و درد بی پایان خود را در میان هم تقسیم کنند و یک جا با هم فریاد برآورند که خدا حافظ مسعود عزیز، فرزند فرزانه سلاله غرور و آزادگی، خدا حافظ. ما راه و آرزوهای تو را با خون و جان خیش حراست خواهیم کرد. چه روز عجیبی است امروز، آه ای خدا چه روز عجیبی است. پنچیر دردمند زخم چریک کوی تو زخم تن من است. من زخم خورده ام، تو زخم خورده ای، او زخم خورده است، ما زخم خورده ایم اما نمرده ایم. زیرا به قول شاعر رندان روزگار، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.